آقای صلواتی، ابتدا اجازه بدین به همین مصاحبه شب گذشته ابراهیم رئیسی با صدا و سیما بپردازیم در صد روزگی دولتش که از کارنامه اقتصادیش نه تنها دفاع کرده بلکه تجلیل هم کرده. ارزیابی شما از این بخش از صحبت‌های آقای رئیسی چیه؟ خب شاید ایشون در مورد کشور دیگه ای دارن صحبت میکنن، چون تمام داده هایی که رسما توسط مراجع قانونی دولت خود آقای رئیسی اعلام شده فقط خبر از وخامت اوضاع میده، وضعیت تورم، وضعیت رکود و اینا هم بیکاری، اینا همشون هستش. اینا مسائلیه که قبلا کارشناسا بهشون اشاره کرده بودن، تذکر میدادن، ولی خب تیم آقای رئیسی فکر میکردش که مدیریت دول گذشته موفق نبوده و مشکل از مدیریت اینا، مدیران بهتری هستن، حالا که اومدن سر کار باید بهشون بگیم که این گوی این میدان دیگه. آقای عبدالملکی وزیر کار این وزارت دولت معتقد بودش که با 1,000,000 تومان میشه کار تولید کرد، شغل تولید کرد، خب بسم الله. معتقد بودن که با 300,000,000 دلار میشه با دلار رو تا 15,000 تومان آورد پایین، خب بسم الله. اینا چیزایی که قبلا گفتیم که انجام نمیشه، ولی در تعریف بلاهت آوردن که یک اشتباهی رو مکررن تکرار بکنید و انتظار نتیجه دیگه ای داشته باشید. رئیسی از طرف دیگه مدعی شده که دولت از بانک مرکزی پولی استقراض نکرده، چقدر این بخش از صحبتاش درسته؟ خب بازم این حرفشون هم حتی با حرفای وزیر اقتصاد خودش هم سنخیت نداره، چه برسه به گزارشاتی که مجلس شورای اسلامی، کمیسیون تلفیق و مرکز پژوهش‌ها، کمیسیون اقتصادی اعضاش اظهار نظر کردن. حتی با اونا اگه بگیم که خب اونا در دولت نیستن، حتی با حرفای وزیر اقتصاد این دولت هم همخوانی نداره. بعد از اینکه ایشون هم یه ادعای مشابه این کردن، بعدن خودشون اصلاح کردن گفتشون. رئیسی همینطور گفته که به آینده امیدوار هست، با توجه به وضعیت اقتصادی و به طور کل شرایط امنیتی و سیاسی که جمهوری اسلامی در پیش گرفته، از اون طرف روند مذاکرات، چقدر میتونیم امیدوار باشیم که اقتصاد ایران به یک ثباتی برسه؟ ببینید وقتی آقای دکتر موسی غنی نژاد میگن که مشکل کشور دیگه الان مسئله اقتصاد، اصول اقتصادی و علوم اقتصادی نیستش، از همین مسائل حرف میزن دیگه. مسئله در یک سطح دیگه ای خرابه، حتی در سطح عقلانیت حاکم نیستش. ما میگیم اصول اقتصادی پیشکش. من مثلا چند تا مثال اقتصادی برای شما بزنم ببینید که چجوری منابع این کشور به تاراج میره. ما گندم رو از کشاورز داخلی به قیمت حدود 1500 تومان میخریم، در صورتی که همون گندم رو از کشاورز روسی بالای 9500 تومان می‌خریم، یعنی در تن حدود 250 یورو داریم به کشور روسیه کمک می‌کنیم، به کشاورز روسیه داریم یارانه می‌دیم و کمک می‌کنیم. این نشون میده که چجوری ما داریم حتی اون منابع اندکی رو که داریم اینجوری از بین میبریم و در نتیجه سطح زیر کشت مثلا گندم میاد پایین، قیمت‌های دستوری باعث میشه که 40% مرغداری ها ظرفیت خودشون رو از دست بدن، زیر ظرفیت کار بکنن، و بدین ترتیب حتی اون منابع اندکی که در اختیار کشور هستش اونها رو هم متاسفانه از دست میدیم و وضعیت هر روز بدتر میشه. در سال گذشته یک عددم در آخر عرض بکنم که در سال گذشته به ازای هر ایرانی ما حدود 8,000,000 تومان فقط یارانه کالاهای اساسی دادیم، و این عدد 8,000,000 تومان عدد بسیار مهمیه، برای اینکه این مستقیم اگه به هر شهروندی میرسید این عدد، حالا یا به صورت دلاری یا به صورت ریالی بدون نقد، بدون ضریب نقدینگی، این خط فقر که حدود یکم بالاتر از 1 دلاره رو پوشش، خط گشنگی رو، و این طوری حداقل ما میدونستیم که اینقدر ما منابع در کشور
درست توضیح کردیم که خط گشنگی رو از بین ببریم، و در صورتی که می‌بینیم که با وجودی که همه این پول‌ها خرج شده، این خط گشنگی همچنان اونجا پررنگه.